جلسه 78 از آموزش افتر افکت رو شروع میکنیم. تو این جلسه میخوایم در مورد افکت های کامرا لنز بلر و کامپاند بلر صحبت کنیم. یه ویدیو دارم کلیک میکنم، درگ میکنم، اینجا رها میکنم. دقت کنید، ویدیوم شبه و پر از چراغ. پنجره افکتس اند پریسیتس، کامرا لنز بلر رو سرچ میکنم، کلیک میکنم، درگ میکنم، اینجا رها میکنم. این افکت بر روی چراغ و هایلایت و شب خیلی بهتر عمل میکنه و خیلی طبیعی تر. افکت های دیگه ای که تا حالا روشون کار کردیم، با بلر کار میکردم، مثل گزیان بلر، میدیدید که فقط صحنه رو تار میکنند، ولی اینجا من بلر ردیوسش رو بالا میبرم. ببینید تمام هایلایت ها رو تبدیل کرد به 6 ضلعی. این کاریه که یک کامرا انجام میده. حالا این گزینه رو اگر باز کنید، من میتونم مثلثش هم بکنم، فقط باید بهش اجازه بدید تا رندر بکنه، مثلث شد. یا حتی اگر این راننسش رو زیاد کنم، ست کنم، اینها تبدیل به دایره خواهند شد. کار دیگه ای که میخوام بکنم، ریست میکنم، یه 20 تا بهش بلر ردیوس میدم تا یه مقداری بلر بشه. حالا این گزینه بعد از راننس رو یه مقدار زیاد میکنم، میبینید که این نورها رو داره گسترش میده. دقت کردید؟ این یه خط بود، الان یه نوار پهن شد. حالا توسط این گزینه میتونم حتی زاویه بهش بدم و اینا رو بچرخونم. ببینید یه همچین حالتی. پس حالا تازه بدونید اینا رو میتونید حتی بهشون کی فریم هم بدید. ریست میکنم و یه مقداری بلر بهش میدم. میخوام ببینید که چطور میتونیم عمق میدان بهش بدیم. این لایه انتخاب شده باشه، این ابزار رو انتخاب میکنم و این کوها رو ماسک میکنم. تو تصویر من مشخصه. اگه تصویر شما مشخص نبود، اول حتما بلر ردیوسش رو صفر کنید که تصویرتون رو دقیق ببینید. وقتی دقیق دیدید بعد این کار انجام بدید. خب حالا این گزینه رو باز میکنیم، اینو که دیگه بلدیم. میریم پنجره افکس و افکتمون رو پیدا میکنیم، باز میکنیم. این پایین یه دونه کامپوزیشن آپشن داره، مثبت رو میزنیم و ماسکی که خودش انتخاب کرد و همون منطقه‌ای که من ماسک کردم بلر روش اعمال شد. بهتره که ماسک رو هم باز کنم و یه مقدار فدر بهش بدم که یه مقدار طبیعی تر بشه. حالا اگر توسط این ابزار اینجا کلیک کنم، عمق میدان رو میبینیم. خیلی قشنگ، انگار دوربین این جلو رو گرفته، دور رو تار کرده. حالا اگر به نظرتون این عدد زیاد بود، یه مقدار میتونید کمش کنید و فدرتونم باید سبب شه خطی نبینید، که خطی نمیبینیم. خب بد نیست، خوبه. دیلیت میکنم مسکمو واسه اینکه گزینه های بعدی هم خدمتتون عرض کنم. این گزینه رو هم صفر میکنم. این پایین رو بررسی کنید. این گین رو اگر زیاد کنید، هیچ تغییری به اون صورت نمیبینید، مگر اینکه این ترشولد رو کم کنید. ترشولد رو وقتی کم میکنیم، میاریم صفر میکنیم، حالا گین قشنگ خودشو نشون میده. ببینید داره روشنش میکنه. این از این، یعنی حتی میتونید با نور بلرش کنید. و این گزینه رو هم اگر خاموش کنید، چند برابر میشه قدرت تابشی که گین بهش میده. ببینید، ولی حالا من روشنش میکنم. پس این از این. حالا من میتونم گین رو زیاد کنم تا اونجایی که میخوام و بعد بدونید میتونم با ترشهولد یه مقدار دوباره کمش کنم یا تنظیمش کنم به اون حدی که میخوام، اون جوری که میخوام بلرشه. ببینید رو نورها داریم کار میکنیم، این قسمت اصلا هایلایته. و این گزینه هم که میدونید کلیک کنید روی لبه ها کار میکنه، اگه لبه هاتون به هم ریخت بزنیدش. و مسئله بعدی این گزینه سچوریشنمونه. اگر زیاد کنیم میتونیم رنگ بدیم به سیستم. ببینید قشنگ رنگ گرفت. ولی خب این اگر بخواید بلر بشه، حالا میتونید بلرش هم بکنید
دیگه سلیقه خودت. ریستش میکنم و دوباره یه مقدار بلر ریدیوسش رو میبرم بالا، مقدار 30 مثلا. حالا این لایه انتخاب نشده باشه، این بیرون رو کلیک میکنم، یه دبل کلیک اینجا میکنم، برام یه لایه ساخت و یه دونه مستطیل هم کشید، چون رو این مستطیل دبل کلیک کردم یا مربع. حالا این فیل رو کلیک کنید تا باز شه، این گزینه رو انتخاب کنید تا بهتون گرادینت بده. اوکی میزنیم. حالا دست بالمون بازه، این دوتا رو میتونیم بگیریم بچرخونیم. میگیرم اینو میذارم این طرف، یه مقدارم میبرمش بالاتر و اینو هم میگیرم یه مقدار میارم پایین تر. دقت کنید اونجایی که مشکیه اصلا افکتمون کار نمیکنه، اونجایی که سفید قشنگ افکت کار میکنه. حالا هرچه از سفید به مشکی میریم افکت کارش کمتر میشه، تأثیرش کمتر میشه. هرچه از مشکی به سفید میریم تأثیرش بیشتر میشه، یه جورایی عین همون فدر خودمونه. پس این قسمت سفید کار میکنه، این قسمت مشکی کار نمیکنه. حالا اینجا یک علامت کیوب داریم، یه علامت برای سبودی کردن داریم، این بغلش اگر کلیک کنید این لایه رو میکنه adjustment layer. خب هنوز هیچ اتفاقی نیفتاده، من این لایه پایین رو انتخاب میکنم، همون لایه‌ای که کامرا لنز بلر رو روش گذاشتم. حالا اینو هم میتونیم سیمون رو بکنیم 20. هنوز هیچ اتفاقی نیفتاده. حالا ببینید یه لایر داریم، این لایر رو باز کنید و لایه‌تون رو انتخاب کنید، شیپ لایر 1. وقتی انتخاب کردید باید بهش زمان بدید تا پروسس کنه و کارش انجام بدید. همونطور که میبینید آماده شد و تأثیرش روش گذاشت، اون قسمتی که سفید بود بلر شده و اون قسمتی که مشکی بلر نشده. حالا میتونید حتی تغییر بدید، اگر رکتنگلتون رو کلیک کنید این اهراماتون هست. من اصلا میتونم این سفیدم رو بیارم این قسمت، ببینید این قسمت بلر شد، مشکیم رو بیارم این قسمت، ببینید حتی میتونم دور و نزدیکش کنم و اینجا تغییراتی بدم. خب الان دوباره این لایه رو انتخاب میکنم و اصلا اینو غیر فعال میکنم، لایه ویدیومو انتخاب میکنم، پنجره افکتس اند پریسیتس، کامپاند بلر رو سرچ میکنم، کلیک میکنم، درگ میکنم روی لایه ویدیوم رها میکنم. خب این اصلا میبندم، باهاش کار ندارم و یه لایه ازم میخواد. لایه رو باز میکنم، شیپ لایر انتخاب میکنم و میبینم همون اتفاقی افتاد که برای کامرا لنز بلرم افتاد. حالا دوباره میتونم لایه شیپ رو انتخاب کنم، رکتنگلش رو و این نقاط رو جابجا کنم برای اینکه اون قسمتی که خودم میخوامو بلر کنه. فقط دقت کنید این افکت همین قدرت رو داره، کار دیگه ای نمی کنه. فقط یه لایه ازتون میگیره و طبق اون لایه بلر میکنه. حالا مقدار بلرتون هم میتونید زیاد کنید و یا میتونید کم بکنید. میبینید اون منطقه ای که بلر میشه مقدار بلرش کم و زیاد میشه، که دوباره تکرار میکنم اون منطقه رو شما از این قسمت رکتنگل میتونید به هر طریقی که میخواید و به هر ترتیبی که میخواید تغییر بدید. خروجیتون هم میخواید ببینید، از این قسمت میتونید قشنگ ببینید، تنظیمش کنید از همینجا و بعد دوباره برگردونش به حالت adjustment layer تا اینکه بتونید ببینیدش. یه ویدیو دیگه آوردم، این دفعه اول کامپاند بلر رو میندازم روش و یه لایه میخوام که این کارو واسم انجام بده. این دفعه رایت کلیک میکنم، نیو و یه دونه سالید میارم. سالیدم حالا فعلا بالا باشه تا همون طوری که میخوام طراحیش کنم. یه دونه گرادینت رمپ سرچ میکنم، کلیک میکنم، درگ میکنم روش، رها میکنم و از این قسمت بهش میگم که ردیال باشه. خب مشکی نشون میداد، درسته؟ پس مشکی رو میذارم مرکز، حدودا گلم هم مرکز بود، مشکی رو میذارم مرکز و سفید رو از اینجا انتخابش کنم، برش دارم
ببرم بذارمش اینجا، حتی میتونم دورترش هم بکنم، هرچی دورتر بکنم مشکی بزرگتر میشه و این منطقه هم به این شکل در میاد. خب حالا اصلا میرم میذارمش پایین چون کاریش ندارم و الان لایه گلم رو انتخاب میکنم، اینجا بهش میگم که بلک سالید باشه، ولی خب میبینید اصلا اعمال نکرد. چرا؟ چون سورس این افکت بود با تمرین قبلی فرق داشت، چون افکت دادم این گزینه رو باید انتخاب کنم تا افکت روش اعمال کنه. ببین افکت روش اعمال شد و اون اطراف افکت روش اعمال شده. حالا اگر خواستم میتونم مقدار بلرش هم زیاد کنم و مرکز که مشکی بود گلمو داره نشون میده. حالا یه قسمت هم داره اینورت داره، اینورت رو وقتی بزنم قضیه برعکس میشه، یعنی دقیقا برعکس عمل میکنه. حالا این دفعه این یکی رو خاموش میکنم و کامرا لنز بلر رو میارم، میارم درگ میکنم روی ویدیوم، رها میکنم اووردش. خب یه مقدار بلرش رو زیاد کنم، این از این. بعد بیام و لایه رو بهش بدم، باز میکنم، لایم سالیدم بود و تأثیر نمیذاره. چرا؟ چون که افکت داره. پس بعد باز کنم و بهش بگم افکتش رو در نظر بگیره. الان میبینید که تأثیرش رو دارید میبینید و قشنگ این اطراف یه مقدار بلر گرفت، گلمون که وسط بود بلر نگرفت. خواستید تغییرش بدید این رو باید بیارید بالا و از اینجا این نقاط سفید و مشکیشو جا به جا کنید. این درس رو خوندیم، بنابراین دیگه الان لزومی نداره بهتون بگم. این ابزار رو انتخاب کنیم که یه مقدار بره عقب تا بتونیم نقاط رو دقیق ببینیم. کجاست؟ اینجاست. میتونم یه مقدار بیارمش نزدیکتر. اینها. خب الان فیتش کنم و ببرمش پایین. اصلا چشمش هم میتونم ببندم. الان ببینید مقدار بلرش بیشتر شد و گلمون همچنان چون مرکزه اونجا مشکی بود روش تأثیر نمیذاره. و دقت کنید اگر برم توی این لایه، این هم اینورتو داره. اگر اینورتو بزنم ببینید برعکس شد، دقیقا اون قسمتی که مشکی بود روش تأثیر گذاشت، اون قسمتی که سفید بود روش تأثیر نذاشت. حالا میل خودتونه، این لایه‌ای که بهش میدید این لایه میتونه به اون صورت که خودتون میخواید باشه. حتی میتونید شما روی این لایه‌تون یه دونه فرکتال نویز بذارید، حتی فرکتال نویز رو بهش حرکت بدید. اینا رو خوندیم و بعد بلرتون حرکت خواهد کرد. حتی میتونید شیپ بکشید، یه چند تا مثلا خط راه راه مشکی سفید مشکی سفید بکشید، هر طوری که خودتون میخواید. هر طرحی که بهش بدید عیناً همون طرحو میاره و زمانی که دقت کنید لایه‌شو انتخاب میکنید بهش میده. فقط دقت کنید اگر افکتی دارید باید حتما این گزینه افکت رو انتخاب کنید، ولی اگر نه، یه لایه شیپ داریم و کلن همش شیپه و از افکت استفاده نکردید، سورس رو انتخاب کنید تا براتون اعمال کنه روش.